بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد كله لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. وبعد، قال الله تعالى في قرآنه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا واجعل ذكرهم لنا شكرا. برای سلامتی و تعجیل فرج امام عصر علیه السلام، رفع گرفتاری از قاطبه مؤمنین و مسلمین عالم، شفای مریضها، شادی ارواح اموات همه مؤمنین مؤمنات، شادی روح بلند و ملکوتی حضرت زهرا سلام الله علیها بلند صلوات. پناه عالمی درگاه زهرا، بشر حیران ز قدر و جاه زهرا. صراط او صراط مستقیم است که راه رستگاری راه زهرا. قبل از آنی که عرایض را خدمت شما عزیزان سادات نهایت محترم در پیرامون این آیه شریفه و این دعایی که از حضرت زهرا سلام الله علیها به حضر شما خواندم، یک مسئله شرعی، چون این مجالس به قول یکی از بزرگان هم دانشگاه هست هم درمانگاه. دانشگاه هست، یعنی خیلی چیزا را در این مجالس باید یاد بگیره، مسائل مبتلابه دینی، اخلاقی، خانوادگی، و هم درمانگاه است، مشکلات، گرفتاری ها را توسط این مجالس اینا رو واسطه قرار بدیم پیش خدا، خیلی آبرو داره. تو که در حدیث شریف کسا شنیدی، وقتی جبرئیل میپرسن یا رب و من تحت الکسا، خدایا اینا کیان؟ معرفی میکنه: هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها. فاطمه هست و پدر فاطمه، شوهر فاطمه و بچه های فاطمه سلام الله علیهم. مسئله شرعی در رابطه با وضوع هست. سه عضو رو باید انسان در وضوع بشوید: صورت، دست راست، دست چپ. مرتبه اول آب ریختن به قصد وضوع واجبه، مرتبه دوم مستحب و قصد وضوع البته، مرتبه سوم حرام. صورت رو سه مرتبه آب ریختیم و قصد وضوع، اول واجب، دوم مستحب، سوم حرام. دست راست هم هکذا، سه مرتبه ریختیم، اول واجب، دوم مستحب، سوم حرام. اما دست چپ اگر سه مرتبه به قصد وضوع آب ریختیم، علاوه بر اون که حرام است، وضوع هم باطله. چرا؟ به خاطر که با آب غیر وضوع مسح کشیدیم بر محمد و آلش صلوات الله و آل محمد و عجل فرجهم. در آیات قرآن و منابع روایه ما تأکید شده و سفارش شده به این که همیشه به یاد خدا باشه، چون گرفتاری بشر، مشکلات بشر
در سایه غفلت از خدا، فراموش کردن مسئولیت ها و یاد خدا هست. داروی همه دردها و حلال همه مشکلات یاد خدا، توجه به خدا و خود را در محضر خدا دانستن. به قول بعضی از بزرگان که یاد خدا هم خاصیت دفع دارد هم رفع، یعنی هم مانع آلودگی هست. کسی به یاد خدا هست در مقابل گناه قرار گرفت، خجالت میکشه، میگه خدا که ناظره. در مواجهه با مصیبت به یاد خدا باشه، جزع و فزع نمی کنه، میگه ما از خدا هستیم و بازگشت ما به سوی خدا هست. در وقت اطاعت و بندگی هم وقتی به یاد خدا باشه، هیچ کسی دیگر را شریک نمی کنه، خالصان برای خدا کار را انجام میده. شما من یک مثال دو از کنم. این سیب درخت رو دیدید؟ سیب تا وقتی به درخت وصله با همون نخی باریک آفتاب بتابد، آب بریزی پای درخت، کود بریزی پای درخت، این سیب رشد می کند، بزرگ می شود، شاداب می شود. همینی که از درخت قطع شد تا آفتاب بگذارید پژمرده می شود. ارتباط انسان هم عین نیم شده. وقتی ای آدم با خدا مرتبطه، به یاد خدا هست، هر چی داره به نفعش هست. ثروت داره، قدرت داره، جوانی داره، هر چی داره به نفع خود. به نفع خودش هست. چون به یاد خدا هست، اینا رو در راه خدا خرج میکنه. از قدرتش تو استفاده نمی کند، از ثروتش تو استفاده نمی کند. ولی زا و در روایات هم داریم این آیه رو که خواندم صریحه، فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا به زبان، نه به زبان تنها، نه شعر رو من زیاد میخوانم. میگه سبحه به کف توبه به لب، دل پر از شوق گناه. وقتی آدم به زبان تسبیح، به زبان تسبیح میگوید ولی دلش جای دیگه است. سبحه به کف توبه به لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. فذکرونی به طاعتی، یاد کنید مرا به اطاعت من، از من اطاعت کنید. اون چه گفتم بگید چشم، اطاعت نمایی ز رب و رسول، بسازید فرمان اونها قبول. خب نتیجه این اطاعت اینه، شما را ز هر عیب سازد بری. وقتی آدم مطیع خدا بود، نه متکبره، نه متعصبه، نه خودخواه، نه ظالمه، نه فحاشه، نه بدنیت، نه خلاصه متکیچی. شما را ز هر عیب سازد بری، کند پاک و تطهیر از هر بدی. وقتی آدم مطیع خدا و مطیع رسول خدا باشه، عرفش نمی داشته باشه، دیگه صفات زشت ازش دوره، ظلم نمی کند، ستم نمی کند، خودخواهی ندارد، فحاشی ندارد. فذکرونی، مرا یاد کنید در وقتی که در زندگی تو هیچ مشکل ندارید، همه رو روال طبیعی در حرکت، خانه داری، مغازه داری، ماشین داری، مدرک، همه چیز داری، در اون لحظه ای که نه مریضی نه مشکل داری، یاد کنید برای خدا را، تا در وقتی که سر شما به سنگ خورد، با مشکل مواجه شدید، گرفتاری برای شما پیش آمد، من یاد کنم شما، یاد کنید مرا در دنیا، تا منم یاد کنم شما را در عقبا. یعنی یاد خدا از قدم هم خاصیت دفع دارد، جلوی آلودگی رو میگیره. وقتی آدم با گناه مواجه شد، یاد خدا میگه خجالت میکش، در محضر خدایی. کسی از علامه طباطبایی رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه تا
تقاضای نصیحت کرد. آدم خوبه وقتی محضر یک عالم، یک آدمی خود ساخته میرسه ازش تقاضا کنه یک کلمه نصیحت و موعظه، چون انسان و هر مرحله برسه نیازی به موعظه داره، چون هم فراموشکار هم خودخواه. مرحوم علامه طباطبایی فرمود که علم یعلم بان الله یرا، ای انسان نمیدانی که خدا میبینه؟ وقتی میدانی، باور داری، اعتقاد داری که خدا میبینه، زیشت در محضر خدا معصیت خدا را کردن، زیشت از نعمت خدا سوء استفاده کردن، نعمت خدا را خرجی گناه کردن. ندانستم خدایا، زبان حالی اونایی است که از نعمت ها بد استفاده کرده، خرج معصیت کرده. ندانستم خدایا حرمتت را، نبودم خرج نفسم نعمتت را. علم یعلم بان الله، خود از زمانی که ما و شما هستیم فعلا پیشرفت های علمی، جد مغازه میریم میبینیم نوشته این مغازه مجهز به دوربین مخفی است، یعنی حواست باشه ها، اگه صاحب مغازه غفلت کرد چشمش تو را ندید، دوربین مخفی ثبت میکنه. تو جاده ها دوربین مخفی نصب شده، اگه ماشینی از حد مجاز سرعت داشته باشه ثبت میکنه، پلیس را جلوش رو میگیره. خدایی که ما در محضرش هستیم، دوربین مخفی خدایی که همین زمینه، ازا زلزلت الارض و زلزاله ها و اخرجت الارض و اسقاله ها و قال الانسان و ماله ها یوم ازین تحدث و اخباره ها بیان ربک و ها، روز قیامت همین زمین، الیوم نختم على افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا، روز قیامت خدا به دهان مور میزنه. در دنیا خیلی هم این بر اون بر دروغ و درم با هم گفتی، ولی تو حق نداری. این دست ها را به حرف می آورد برادر خدا که می بود. خدا نکنه انسان گرفتاری تنبلی شه، و هر خیش نبا کاسب تنبل، مغازدار تنبل، دانشجوی تنبل، عالم تنبل به جایی نمی رسه. کسی تنبل بود، دنبال کار نمی رفت، جیبش خالی بود، حواسی میوه کرد، نداشت پول که برود از مغازه میوه بخره. یه بچه قد و نمقد داشت، گفت بیار میشد که تاریک شد با هم بریم باغ فلانی، تو کشید بده من گونه رو پر از سیب میکنم بعد بیاریم یک مدتی بخوریم. پسره علی رغم میل باطنی رفت. وقتی پدرش روی درخت رفت که سیبها رو جمع بکنه بین کیسه گونه پر بکنه و بیاید خانه، این پسره پسر خوبی بود، نورانی و قرب بود، صدا کرد بابا یکی ما رو میبینه. با وحشت از درخت پایین آمد، گفت کی؟ گفت خدا، خدا میبینه، خدا میبینه. پس اینه وقت انسان به اون مرحله از ایمان و اعتقاد و باور برسه، خدا را حاضر و ناظر بدانه، این یاد خدا هم دافع هم مانع. وقت اگر آدم لغزش کرد آز بازم برگرده با آغوش رحمت پروردگار، توبه کنه، بازگشت کنه، پیش ازان پشیمانی کنه، باز پاک میشه. فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، نعمتهایم را شکر کن، کفران نکن. شکر نعمت نعمتت افضل کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام یک وقت یک پولدار را برد پهلوی یک فقیر، فرمود تو با این فقیر از نظر معتقدات مساوی هستی، ولی خدا به تو یک نعمت داده، ثروت، شکر این نعمت را داشته باش. یعنی معنایش اینه که از این ثروتی که خدا به این داده به دیگرانم بده دیگه. اجا نوشته بود میگفت صندلی سعادت چهار تا پایه داره، دو پایش اینه که از کنم که بنوش و بنوشان،
یعنی خودت که استفاده کردی برای دیگرانم بدی. خداوند ثروت زیادی داده، نمیتونی همه رو ببری. بنوش و بنوشان. دو پایه دیگرش این بود که مرنج و مرنجان، یعنی در جامعه از زود رنج نباش، زود قهر نکن. خب جامعه دیگه افرادی متنوعی داره. حضرت عیسی علیه نبی علیه السلام این مرد ثروتمند رو بود، بعد اوی فقیر گفت تو از نظر معتقدات با هم برابرید، ولی خدا به تو ثروت داده، این یک نعمت، شکر این نعمت. خب شکر نعمتی ثروت، اول اینکه پاک بکنه، زکاتی از زکاتش رو بدهد، خمس و سهم امام تعلق گرفته بهش و پرداخت بکنه، و بعد از اونم یک فقیر و فقرا و ایتام و بی سرفرستا کمک بکنه. و بعد عرض کنم که این فقیر رو گرفت بود پهلوی یک مریض، گفت تو فقیری، سرپناه نداری، درآمد نداری، ولی بدنی سالم که داری، اگه بیست این آقا مریض بودی چیکار میکردی؟ پس تو شکر این نعمت سلامتی رو داشته باش، شکر کن خدای به من یک بدن سالم، یک تن سالم داری. این مریض گرفت بود پهلوی یک کافر، اما تو مریضی ولی معتقداتت که درسته. اگر تو مثل این کافر بودی، منکر خدا و قیامت و انبیاء و پیغمبر بودی، چیکار میکردی؟ پس تو قدر این نعمت دین و دینداری را بدان و از این شکر کن، این شکر نعمت. فذکرونی اذکرکم و شکرونی ولا تکفرون، یاد کنید مرا به اطاعت، یاد میکنم من شما را به رحمت. یعنی در وقت که با گناه مواجه شده به یاد خدا باش، یاد خدا نمیگذاره بودشی. وقتی با مصیبت مواجه شده به یاد خدا باش، مصیبت برایت آسان میشود. وقتی در عبادت و بندگی و کار خیر قرار گرفته به یاد خدا باش، خالصانه انجام بده، اخلاصی در عمل. میگه اخلاص خود آدم رو آزاد و جامعه را آباد میکنه. روح عمل اخلاصه، یعنی عملی که درش اخلاص نباشد روح نداره. جمله از دعای فاطمه زهرا سلام الله علیها، اللهم اجعل غفلت الناس لنا ذکر. بعضی ها تمام تقصیر و قصور و بیراه رفتن و بد شدن خود را توجیه میکنه، میگه محیط بد بود. حالا نمیگه محیط اثر نداره، رفیق اثر نداره، اثر داره، ولی علت نیست که انسان در محیط بد حتما بد شود، در محیط خوب حتما خوب شود، در حد مقتضیه. اگر محیط علت بودی، آسیه در خانه فرعون به اون مرحله آسیه دی، در خانه کسی که انا رب بکم الاعلا میگوید. بگم مردانه که در جاده لغزنده نلغزه، یعنی در جایی که خب یک مردم بیراه رفته، بی حجابیه، بی نمازیه، کارهای خلافه، یک دیده بگه خب میبینیم همه اینجوره دیگه، همه حرام میخورن، همه چرین و چنانه. خب این حرافی کسی بدی، کسی مجبیزی کسی دیگه نمیشه. حضرت زهرا سلام الله علیها در این دعای کوتاه مطلب مهم را به اللهم اجعل غفلت الناس لنا ذکرا، خدایا اگر مردم تو رو فراموش کردن، غفلت کردن، ما را عنایت کن که ما به یاد تو باشیم، فراموش نکنیم. از امام مجتبی علیه السلام 10 چیز سؤال شده در تحف العقول، یکیش اینه من غفلت. آقا غفلت چیه؟ حضرت بفرماید آدم غافل دو نشانی داره، ترک المسجد و طاعت المفسد. انسان غافل رابطش با مسجد قطعه، نمیآید مسجد، نمیآید. دوم طاعت المفسد، از خوبان و مصلحین و مؤمنین و دلسوزان پیروی نمی کند، فقط طاعت المفسد، از آدمای بد، از آدمای فاسد، از آدمای رذل حرف شنوی داره. امام رضا علیه السلام می فرماید و
ویل لمن غلبت علیه الغفله فنسی الرحله. وای بر کسی که غفلت بر او چیره شده، در نتیجه مردن از یادش رفته، مرگ فراموش کرده. خب یاد مرگ زودرس نداره. از وصایای لقمان اینو شما زیاد شنیدید که گفت که پسرم دو چیز را فراموش نکن، دو چیز را فراموش کن. خیلی کار سازه اینا اگر ما بتوانیم بهش عمل کنیم. و دو چیزی که تو فراموش کن، یکی بدی که اگر کسی در حقت کرد، اگر فراموش نکنی در دلت گره می شود، کی تبدیلی به کینه می شود. و قول امیر المؤمنین سبب الفتن الحق، سبب فتنه ها، بدبختی ها، اختلافات کینه. اگر در دل یک انسان کینه شد، بعد از افتادن طرف، از ورشکستنش، از تصادفش، از مریضیش خوشحال می شود و برای اون نقشه می کشد. دو چیز رو فراموش کن، یکی بدی دیگران را، دوم خوبی خودت به دیگران را. کسی به کسی خوبی کردی، گره باز کردی، مشکلش را حل کردی، به سرپناه بود برای چیز عنایت کردی، پولی کمک کردی، از یاد ببر. اگر از یاد نبردی، فراموش نکردی، ممکنه منت بدی، منت دادن همان و باطل شدن عمل همان. اما دو چیزی دیگر رو فراموش نکن، یکی خدا رو فراموش نکن، یکی مرگ رو فراموش نکن. همیشه به یاد خدا باش، همیشه به یاد مرگ باش. و سیکن به ذکر الموت و اقلال الغفلت ان، از بیانات نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام. سفارش میکنم همه شما را به دو چیز، و سیکن به ذکر الموت، همیشه به یاد مرگ باشید. و دوم غفلت از مرد رو کم بکنید. یعنی واقعا انسانی که به یاد مرگه، جلب طغیان آدم رو میگیره این یاد مرگ. من که رفتنی هستم، باید در بعد از مردن در برابر فرستادگان خدا و در روز قیامت پاسخ همه این نعمت ها رو بدهم. هر اون کس با غم مردن به سر بود، نه بد کرد و نه بد گفت و نه بد مرد. یعنی واقعا اگر کسی به فکر مردنه، به فکر رفتنه، مواظب حرف زدنش هست، مواظب کردارش هست، چون اینا تو پروندهش نوشته. هر آن کس با غم مردن به سر بود، نه بد کرد و نه بد گفت و نه بد مرد. اگر خائن فکر مرد میکرد، خیانت کردنش را ترک میکرد. اگر ظالم به فکر مردنش بود، نه هر کس را پی آزردنش بود. اگر او ظالم قدرتمند به فکر مردن مردم آزاری نمیکنه، چون روز قیامت باید پاسخ بده، باید جواب پس بده. از بنابراین او سیکن به ذکر الموت و اقلال الغفله. دو چیز را فراموش، یکی خدا را، دیگر مرگ را. حتمیه، دیر و زود داره. به قول معروف سخت و سوز ندارد. حضرت فاطمه زهرا، بزرگترین بانوی عالم خلقت، فاطمه ای که پیامبر بلند می شود دستهایش رو می بوسد، وقتی شب عروسی می آید خانه امیر المؤمنین علی علیه السلام تا در عروسه، یه وقت مولا می فرماید دیدم حضرت زهرا تو دنیای از فکر فرو رفته. پرسیدم فاطمه جان درباره این چه فکر میکنی؟ چرا تو فکری؟ فرمود یا علی، همون جوری که امشب از خانه پدرم رسول خدا به خانه شما آمدم، یک شب هم از خانه شما به خانه قبر می روم، بلند شما هم نماز بخوان. این الگوی ما، این زندگی معنوی و الهی و نورانی. بلند شو با هم نماز بخوانیم. نماز یک واجب هست که در طول سال در هر حالی باشی، نشسته
استاده، مسافر خانه، باید نماز بخوانی هر طوری که میتوانی، اما روزه در هر سال یک ماه، اونم اگر توان داشتی، اگر شیخ و شیخه شده باشی که نمیتوانی، یست کن. زکات هم همچنین، حج هم همچنین، ولی نماز یک عبادتی است. اقیم الصلاة لذکری، نماز بخوان تا به یاد من باشی، نماز بخوان که نماز ناهی از فحشا و منکره. به قول آقای قرائتی میگفت نماز یک سرش بیمارستان، یک سرش قبرستان. بچه که تازه به دنیا می آید مستحبه که گوش راست و چپش اذان و اقامه گفته شود. وقتی هم از دنیا می رود نماز میت واجبه. خدایا به آبروی حضرت فاطمه علیها السلام ما را اهل نماز اول وقت و ترک گناه قرار بده. همه ما را عاقبت به خیر گردان. به آبروی حضرت فاطمه علیها السلام فرج امام زمان علیه السلام را مؤجل بگردان. مجلس عزای دخت گرام پیامبر فاطمه سلام الله علیها خیلی سخت گذشت. امیر المؤمنین خبر شهادت زهرا را بهش دادن در کتاب ها داره که حضرت غش کرد، آب به صورتش پاشیده و گوشیه. طبق وصیت فاطمه علیها السلام غسلم شب انجام شد، دفنم شب انجام شد. اون شب درون خانه ساقی کوثر صحنه را مخیست موزمان بردم که نبودشان دسته های نی را آتش زده، اسما آب بریزد و امیر المؤمنینم بدن را بشوید. اون شب درون خانه ساقی کوثر غم بود و ماتم بود، اسما بود هیدر. اون شب همی از دین در نام میرید، اسما بروی جسم زهرا میرید، اسما بروی جسم زهرا میرید. این شب دل آن علی را غم گرفته، مولا امیر المؤمنین ماتم گرفته، کنار لش فاطمه دارد همی این زمزمه. مظلوم زهرا، مظلوم زهرا. وقت غسل داده شد که من شده رسم عزیزان صدا، بعدم صدا میزند بچه ها خواهر ها بیاید، با این مادر یا پدر خداحافظی کنند. امیر المؤمنین صدا زد یا حسن و یا حسین و یا زینب و یا کلثوم، علوم متزود من امکم، بیایید از مادرتان تو شبر دارید که دیگه تا قیامت مادر را نمی بینید. امیر المؤمنین می فرماید خدا را گواه می گیرم، وقت حسن این طرف بدن زهرا آمد، یک وقت دیدم دستان فاطمه از میان کفن بیرون شد، هم قدر دار گردن حسن و حسین، منادی ندا کرد همی زود بچه ها را گدا کن، این بندر برای که ها را به گریه آورده. یا بقیت الله ترک الله قرار. امیر المؤمنین با نهایت محبت و نوازش حسن عین از بدن مادر جدا کرد. از کنیم یا علی کربلا نبودی سکین را مادر به تو بیانه، و که به نیز از بدن بابایت حسین جدا کرد. زمان حال بابا چرا سرد خاک یک بعد بر نداری، حق داری پدر جان زیرا که سر نداری.
ما را سوار کردن به ضرب تازیانه بابا مگر تو با ما میل سفر نداری اندر کنار نشد سکینت بمیرد بهتر از آن که دشمن رویت پدر نداری آه نیمه شد بدر زهرا کجا دفن شد نمیدانی شمع خموش ما را از خانه بردن تابوت مادرم را شبانه بردن شهر مدینه من دیگر مادر ندارم و زانوی غم سر می گذارم شهر مدینه در نوای امه یجیبه مادر به خانه لا حول ولا قوة يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله